بحث موفقیت شد. امروز فرش قرمز روز آمد زیر پای یک میشه گفت نخبه ایرانی، یک فرد بسیار زحمت کشیده که زندگیش پر از اتفاقهای هیجان انگیزه پن خواهد بود. دکتر بهنام شکیبایی، ایشون بنیانگذار جراحی های میکروسکوپی استخوان فک در جهان هستند. شکیبایی مقدم هستم، متولد 1351 در اهواز. از 12 سالگی مهاجرت کردم به آلمان برای ادامه تحصیل. دوران دبیرستان رو توی برلین گذروندم تا اینکه دیپلم آلمانی گرفتم. توی رشته دندانپزشکی تو دانشگاه برلین قبول شدم. پنج سال و نیم دوره دندانپزشکی رو توی دانشگاه برلین گذروندم. بعد از اون دکترای به اصطلاح دندانپزشکی رو گرفتم در رشته تکنیک‌های جدید بازسازی استخوان فک در دانشگاه برلین. پس از اون 4 سال دوره جراحی دهان و فک رو گذروندم در باز توی دانشگاه برلین و دانشگاه بن. 1 سال و نیم به خارج از آلمان رفتم سوئیس و لندن. اونجا با تکنیک‌های جدید جراحی‌های میکروسکوپی در زمینه ایمپلنت آشنا شدم و علاقه زیادی به این رشته پیدا کردم که توی اون زمینه تحقیقات بکنم و ابداعات و اختراعات جدید ارائه بدم. همزمان با کارهای تحقیقاتی و اختراعاتیم که از سال 2004 شروع شد، دوره 2 ساله مثلا فوق تخصص جراحی ایمپلنت رو توی انجمن ایمپلنتولوژی آلمان گذروندم. پس از اون دوره 2 ساله جراحی لثه رو توی انجمن جراحان لثه آلمان گذروندم و چون خسته نشده بودم 2 سال دیگه هم بهش اضافه کردم که در زمینه فوق تخصص جراحی میکروسکوپی دهان در زایس آکادمی سوئیس روی هم رفته 6 سال فوق تخصص و 3 فوق تخصص رو تو این زمینه اخذ کردم. از جمله مشخصات جراحی های میکروسکوپی و کم تهاجمی در اینه که ما از برش های به مراتب کوچکتری استفاده میکنیم. برش ها که ظریف‌تر میشن، ناحیه‌ای که لثه از استخوان جدا میشه برای اینکه ما بتونیم روی استخوان جراحی و استخوان فک جراحیمون رو انجام بدیم، ناحیه‌ای به مراتب کوچکتریه. این به این معناست که خونریزی بیمار کمتر میشه، زخمای بیمار توی اون ناحیه بهتر ترمیم پیدا میکنه و باعث میشه که بعد از جراحی ناحیه‌ای که ما به اصطلاح روش عمل جراحی را انجام دادیم هم سریع‌تر بهبود پیدا کنه و هم لثه و استخوان زیبایی و طبیعت خودشون رو حفظ کنن، طول عمر ایمپلنت ها بالاتر بره، بیمار هم به مراتب ریسک کمتری برای عفونت یا مشکلات پس از جراحی مثل خونریزی، کبودی، درد داشته باشه. حواستون باشه این بعد توی دهان باشه، درست مثل سر جراحی بیرون باش نمون. ما ابزارالات متعددی رو طراحی کردیم، در آلمان به ثبت رسوندیم و وارد زنجیره تولید آلمان کردیم که این ابزارالات در زمینه جراحی میکروسکوپی بازسازی استخوان فک و ایمپلنت استفاده میشن. یک شرکت معتبر جهانی که آلمانی هست توی توتلینگن آلمان بیش از 5 ساله و به صورت رسمی در دنیا ارائه میکنه. دانشگاه‌های متعددی دارن اصائه با ابزارالات جراحی میکروسکوپی شکیبایی جراحی ایمپلنت و بازسازی استخوان فک انجام میدن و تدریس میکنن این ابزارالات رو. همزمان روش استفاده از این ابزارهای جدید رو ما منتشر کردیم در دنیا که تاکنون 4 تکنیک مختلف رو من ارائه کردم، منتشر کردم در اروپا و آمریکای شمالی، ولی این مقالات به زبان‌های مختلفی منتشر شدن و در کل دنیا به اصطلاح توزیع شدن
تا به امروز تقریبا 3 ساله که پس از دعوت رسمی به ایران اومدم و فعالیتم رو در ایران شروع کردم. ما اولین مرکز جراحی میکروسکوپی بازسازی استخوان فک و ایمپلنت رو در آسیا در تهران بنیانگذاری کردیم. ابداعات خودم رو ارائه میدم، تکنیک های جدیدم رو تدریس میکنم که خوشبختانه روند تکنیک های جدید جراحی های کم تهاجمی ایمپلنت و میکروسکوپی ایمپلنت که ما در اون فعالیت داریم در دنیا رو به افزایش هست و آینده دندان پزشکی در رشته های میکروسکوپی و کم تهاجمی خواهد بود. استاد این رشته از آمریکا یا از آلمان یا سوئیس که اونجا حضور داشتن براشون خیلی باعث تعجب بود که شکیبایی چطور مطبش توی تهرانه یا اصلا چطور برای فعالیت کشوری مثل ایران رو انتخاب کرده. ببینیم، من برای شروع فعالیتم توی ایران 2-3 تا دلیل داشتم. دلیل اول دعوت رسمی دولت ایران بود به اسم طرح جذب دانش و سرمایه. در این چارچوب من به ایران دعوت شدم برای توسعه توریست زمانی VIP. یعنی ما هدفمون اینه که بیماران سرشناس اروپایی و حوزه خلیج فارس جذب کنیم، بیاریم توی تهران، توی ایران درمانشون کنیم. این 2 تا حسن بزرگ برای کشورمون داره. یکی ارزاوری مستقیم داره، اعتبار و ارتباطات بین‌المللی که این بسیار فعالیت برای ایران، برای کشورمون به وجود میاره، ابعادش به مراتب بزرگتره تا این ارزاوریه که یک بیمار یه مقدار پول وارد کشور میکنه که خودشون تعجب میکنن، میگن تو چه که ایران هستی چطور اینا میان پلوی ما بهشون میگیم ما میخوایم این تکنیک رو توی فک شما جراحی کنیم و این تکنیک شکیباییه. ولی چون این افراد باور ندارن که اولا یه ایرانی میتونه بنیانگذار یه رشته باشه که تکنیکاشو آلمانیا و سوئیسیا جراحی کنن، این برای بیماران ایرانی یه مقدار غیر قابل تصوره، چون ما خودمون یه مقدار دست کم میگیریم. فکر میکنن که همچین فردی نمیتونه توی ایران باشه، یعنی حتی حرف اون آلمانی و سوئیس هم باور نمیکنن. میگن آقا ما میایم اینجا 2 سالم میایم و میریم، از کار و زندگیمون هم عقب میافتیم، ولی شما درمان ما رو انجام بدین. متوجه این؟ خب اگه ما بتونیم این افراد رو توی ایران نگه داریم، یک عمل بزرگی رو، یک لطف بزرگی رو در حق اقتصاد ایران انجام دادیم. ولی حدوداً 10-15% بیمارانمون همین افراد داخلی هم که قبل از آشنایی با مرکز ما میرفتن مراکز تاپ اروپایی و آمریکایی. خب امروز مهمان فرش قرمز روزامت فردیه که برای رسیدن به موفقیت سنگ تموم گذاشته. این بخش اول گزارش آقای دکتر بهنام شکیبایی رو دیدین، الان قراره با ایشون گفتگو کنیم. افتخار داریم که دعوت کنیم از دکتر بهنام شکیبایی، بنیانگذار جراحی های میکروسکوپی استخوان فک در جهان، که قدم بر فرش قرمز روزامت بگذاره. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید، افتخار دارین. ارادت مثلا میگه این شما بخیر، ارادت میگه این خیلی ترسناکه ای دکتر، بفهمید شما. شاید چون یه دندون کم داره ترسناک تر کشیدین احتمالا. نه این چیزا، این ابزار تجهیزات دندان پزشکی به ظاهر خیلی مهربونه، ولی نمیدونم وقتی تو لثه میره درد میگیره.
از اونجایی که بیمارا بی‌حس هستن معمولا دردی رو حس نمی‌کنن و ما میتونیم راحت با این ابزار کار کنیم. درسته. شما متعلق 1351 این 12 سالتون بوده، میرین آلمان و اونجا مهاجرت میکنین، البته در احواز هم متولد شدین. بله. بعد اونجا وقتی که بودین حتی تو وان هموم هم داشتین درس میخوندین دیگه، به خاطر کم بوده جا. از کنم خدمتون که اولا خیلی ممنون از دعوتون به برنامه روزآمد. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و در خدمت بینندگان محترم. من متولد 51 هستم در احواز، بزرگ شده آبادان تا زمانی که جنگ اتفاق افتاد و جنگ تحمیلی بین ایران و عراق. ما دیگه از زمانی که جنگ رخ داد مثل خیلی از هموطنهای دیگه جنگ زده شدیم، آواره شدیم بین شهرهای مختلف، تا اینکه در سن 12 سالگی پدر مادر من اون موقع تصمیم گرفتن من رو برای ادامه تحصیل به آلمان بفرستن نزد خانواده عموی من، که خانواده عموی من اون موقع توی برلین مقیم بودن، خودشون و همسرشون با دوتا فرزند، دوتاشون دانشجو بودن و توی خونه دانشجویی زندگی میکردن. من به عنوان فرد پنجم به خانوادهشون اضافه شدم توی خونه که یک اتاق و نیم بیشتر فضا نداشت و به خاطر اینکه بتونم اون دو سال اول برای مدرسه به صورت تحصیلاتم انجام بدم، خیلی اون دوران دو سال اول خیلی برام سخت بود، فضا کم بود، من مجبور بودم تو آشپزخونه بعضی موقع توی حموم درس بخونم، ولی به این مشکلات توی زندگیم امروز خیلی افتخار میکنم چون اینا شخصیت منو تشکیل بله شما دارم. چون یک بنیانگذارید، یک بنیانگذار حالا جراحی میکروسکوپی در دنیا، تمام این چیزهای کوچولو، این سختیهای ریز مخصوصا من بهش اشاره کردم، از شما این فرد بسیار بزرگ رو امروز ساخته که واسه خیلی ماها کلاس درس میشین دیگه. بعد از همون موقع خیلی درس خون بودیم واقعا، از اینا که فقط میشینن درس میخونن دیگه. والا پدر مادرم تا زمانی که ایران بودم خیلی از من ایراد میگرفتن که چرا درس نمیخونی. من معمولا توی مدرسه خیلی دقت میکردم، بعدش تا میومدم خونه، خوزستان بودیم ما اون موقع، کیفم مینداختم کنار خونه، کفش فوتبال کف می رفتیم دو گل کوچیک. آره کار ما اصلا دو گل کوچیک بود، چه تو سرما چه تو گرما توی اهواز و موقع آبادان عشق ما این بود، تا اینکه دیگه از ایران رفتیم بیرون. اون موقع خدا رو شکر می‌کردم که دیگه پدر مادرم همش بالا سرم نیستن، هی بگن بشین موقع درس بخون فلان فلان. بعدش متوجه شدم که عمو و زنموی من که پدر مادرم در عمل پدر مادر دوم من بودن، از اونا سختگیرترن. ای بابا. و دو سال اولی که پلوشون بودم خیلی به من لطف کردن، من خیلی درس زندگی ازشون گرفتم. یه بچه تک فرزند نونور میشه گفت میره، من نمیدونستم تخم مرغ چجوری درست میکنن. و اون موقع تو اون دو سالی که پلوشون بودم خیلی به من آموختن که من با پول چجوری پول خرج کنم، چجوری پول رو سیف کنم، پس انداز کنم، نگه دارم، چجوری غذا بپزم برای خودم که گرسنه نمونم. تا اینکه دو سال که گذشت دولت یا شهرداری برلین نامه نوشت گفتش که شما باید آلمان رو ترک کنین. دلسته. البته این محتویات خدمتتون میدم توی مستند زندگی دکتر شکیبایی منتشر شده. اون موقع ما با چالش بزرگی روبرو شدیم که من دو سال مونده بودم آلمان، مدرسه میرفتم. 14 سالتون بوده؟ 14 سالم بود تقریبا. نه عزمم 15 سالم بود، چون من رفتم آلمان دیگه 13 سالم شده بود. 15 سالم بود و یه چالش بزرگی بود، ما وسط دوران زندگی بعد میگفتم بعد برگردی ایران. درست. پاسپورت آلمانی، پاسپورت ایرانی هم نداشتم من، چون تو پاس پدر مادرم بودم که منو بردن اونجا. خیلی سخت بود، هر هفته من بعد میرفتم اداره خارجی ها، اونجا به من یه کاغذ میدادن، رو اون کاغذ مهر میزدن، هویت و اجازه اقامت من رو اون کاغذ بود. چی شد در نهایت؟ تا اینکه گفتن تنها راه موندن توی آلمان برای شما اینه که شهرداری برلین حضانت شما رو به عهده بگیره. درست. شهرداری حضانت منو به عهده گرفت و گفت به خاطر اینکه ما حضانتتون به عهده بگیریم، شما باید برین توی کمپ بچه‌های بی‌سرپرست. که من رفتم توی کمپ بچه‌های بی‌سرپرست از سن 15 سالگی و از خانواده عمومم جدا شدم. تازه اونجا متوجه شدم یعنی یتیم خونه دیگه. یتیم خونه، آره تقریبا میشه گفت. البته بعضی از بچه‌هایی که اونجا هستن یتیم نیستن، ولی چون پدر مادرشون به اصطلاح اذیت و آزارشون دادن. آها. دولت اونا رو پدر مادر گرفته. آه. ولی عملا پدر مادر دارن. خب
ولی خب زندگی با اونا من 4 سال تو اون کمپ بودم و همینجور درس می‌خوندی تا 19 سالگی. آره اونجا من تا دوران دیپلم آلمانی که 13 ساله من توی اون کمپ بچهای بی سرپرست بودم که اونجا میشه گفت خیلی بیشتر درس زندگی آموختم و خیلی متوجه شدم که من تو زندگی باید به مراتب شکرگزارتر از اونی باشم که هستم. شما خیلی درس خوندیم، بعد این تمرکزت روی مثلا یک کاری به نظرم کلن هست، چون اشاره کردی که وقتی که فوق تخصص هم میگیری میخوام تمام این سالا رو گذرانش رو سپری کنیم برسیم به فوق تخصصه. میگفتی که همش دارم کار میکنم، همش اینقدر داشتم کار میکردم که از 24 ساعت یه دفعه به خودم اومدم دیدم 20 ساعت تو روز دارم کار میکنم. حالا من زمانی که یادم میاد عملا دارم کار میکنم. من مثلا زمانی که مدرسه آلمانی میرفتم چون پول کم داشتم، از سن 15 سالگی که من رفتم توی مثلا کمپ بچهای بی سرپرست من همزمان با مدرسه کار میکردم. البته یه دورانی که دوران امتحاناتم بود کار نمیکردم، ولی چی کار میکردی؟ تو اون دوران من مثلا برای حالا نمیشه اسم کارخونه ها رو نمیشه برد. آره کارخونه های تولیدی بودن. آره کارخونه های تولیدی بودن. من اونجا مثلا پک میکردم، بسته‌بندی میکردم، بعدش توی به اصطلاح مدرسه بچه‌هایی که خوب درس نمیخونن درسشون بد بود. آره اونجا معلم بودم، معلم بچه‌های به اصطلاح عقب افتاده مدرسه‌ای. خب معلم بودم توی رستوران، من سالیان سال توی رستوران گارسون بودم. شغلای متعددی داشتم تا اینکه من دیپلم آلمانی رو گرفتم و دندانپزشکی توی دانشگاه برلین. اون موقع می‌خواستی چیکاره بشی؟ دیپلمتو گرفتی؟ والا خانواده پدری من سلسله‌ای پزشکن. پدر بزرگم پزشک بوده، پدرم پزشک متخصص بوده، عموم متخصص و یه جوری من باید حتما جا پای اونا میذاشتم. خودت هم دوست داشتی دکتر و پزشک؟ راستشو بگم یه زمانایی نه، یعنی نمیخواستم پزشک بشم اگه راستشو بگم صادقانه، چون اینقدر بهم فشار میآوردن، میگفتن بنا از 2 سالگی به من میگفتن تو باید متخصص بشی و نمیدونم باید یه رشته جدیدی رو کار کنی و یه کاری که همه نمیکنن. همیشه من مادام اون زیر فشار بودم. الان پشیمونی؟ الان به هیچ وجه پشیمون نیستم، ولی این که دلیل اینکه امروز پشیمون نیستم اینه که خودخواسته انتخاب کردم. خودم به مرور زمانی که دیپلم آلمانی گرفتم، خودم به این نتیجه رسیده بودم که من میخوام یه رشته پزشکی بخونم. به این دلیل امروز پشیمون نیستم، خیلی هم از زندگیم راضیم. خدا رو سه هزار مرتبه شکر. بعد یه نکته رو اشاره کردی، گفتی من انقدر کار میکردم که الان شاید واسه خیلی سوال این باشه که حست چی؟ یعنی مثلا این همچین آدمی به خودش میرسه، به خودش سر میزنه، یعنی که نه فقط موفقیتش رو توی کار و درس و اینجور چیزا لحاظ میکنه؟ فکر کنم بعد یه ذره من پیش قدم توضیح بدم. من خودشو دادم ما از من 20 سالم بود که وارد دانشگاه شدم، دانشگاه برلین شدم، رشته دندان پزشکی. رشته دندان پزشکی رو که شروع کردم اون موقع خب مثلا من پناهنده نبودم، چون اگه پناهنده می بودم پدر منم خیلی تاکید داشت که شما پناهنده نشو، چون یه روزی ممکنه بخوای برگردی ایران و بخوای تو ایران زندگی کنی ممکنه مشکل پیدا کنی، بهتره که ارتباطو با کشور خودت قطع نکنی. در نتیجه من پاسپورت ایرانیمو نگه داشتم، پرنده نشدم و به خاطر همینم خیلی مشکلاتو به تن خریدم. یعنی چی؟ یعنی تو کل دوران تحصیلی من یک قرون نتونستم تحصیلات بگیرم از دولت آلمان، در صورتی که اگه پناهنده بودم تمام هزینه‌هام به من میدادن. درست. مثل بچهای دیگه که هم دورهای من بودن. نهایتا من مجبور بودم همزمان کار کنم، پدر مادرم تا جایی که میتونستن، چون اون موقع خریداری مارک آلمان کار ساده ای نبود و قیمت مارک واحد پول آلمان بود اون موقع قبل از یورو بشه. قبل از یورو و همین جوری قیمت داشت میرفت بالا و خیلی سخت بود. پدر مادری که بچه‌هاشون الانم خارج از کشورن میدونن با چه چالش‌های روبرو هستن وقتی میخوان بچه‌هاشون رو ساپورت کنن، براشون ارز بخرن. خلاصه اینکه ما چون برنامه کوتاهه، دندانپزشکی رو من توی 5 سال و نیم تموم کردم توی به اصطلاح دوران رگولار معمولی که اینم خودش هنریه، یعنی عقب نیفتادم و شدم در عمل بهترین فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی توی سال خودم. درست. توی سال خودم اونجا من تصمیم گرفتم 2 سال قبل از اینکه فارغ التحصیل شم دکترای مثلا تز دکترامو توی جراحی فک شروع کردم، توی بازسازی استخوان فک، توی بخش جراحی فک دانشگاه برلین و از اون راه علاقه پیدا کردم به جراحی فک و صورت. نه فقط داشتی درس میخوندی و کار میکردم همزمان؟ آره همزمان و ورزش. ببینین گفت روزی 2 ساعت میدویدم بعد چی شد من نتیجه رسیدی روزی 35 دقیقه برات بسه؟
والا ببینیم، برای موفق شدن ما همیشه باید به حد و مرزهای خودمون پی ببریم. هر انسانی یک محدودیت‌هایی داره از لحاظ جسمی و روحی. یعنی چی؟ یعنی شخص شما شاید بتونین مثلا در روز یک ساعت و نیم وزنه برداری کنین. درست. خب اون یک ساعت و نیم اگه بخواییم بکنین یک ساعت و چهل دقیقه، شاید بدنتون پس بزنه، شاید از حال برین، شاید یکی از عضلاتون پاره بشه. بهنامی که من شناختم توی مقطعی از زندگیش عوض میشه. یه نقطه استوب میسته، پشت سرش رو نگاه میکنه، آرومتر میشه. چی میشه؟ این تخت گاز رو من توی زندگیم تا زمانی که تخصصم تموم شد ادامه دادم. یعنی تا زمانی که یک سال مونده بود تخصصم تموم شد. اولین تخصص من آره، تخصص جراحی دهان و فک رو درست پس از به اصطلاح اتمام دندانپزشکی شروع کردم. دکترام هم تموم شده بود و اون موقع چون اجازه کار به من نمیدادن توی آلمان، من هنوز ملیت آلمان رو نداشتم. الان من دو پاسپورت هستم، پاسپورت آلمانی و پاسپورت ایرانی دارم. ولی اون موقع چون پاسپورت آلمانی هنوز نداشتم، اجازه کار به من نمیدادن. شما فکر کنید بهترین فارغ التحصیل دانشگاه، سال دانشگاه برلین، اجازه کار نداشت. من بعد چیکار میکردم؟ باید میرفتم تاکسی میروندم یا میرفتم رستوران کار میکردم، رستوران گارسونی میکردم. اصلا قابل تحمل نبود و چقدر فشار روحی به من میآورد که با این همه هزینه، این همه فشار ته این سالا برای خانوادم و خودم به این نتیجه رسیدم با بهترین دکترا، بهترین نتیجه فارغ التحصیل دندانپزشکی، ولی تو اون کشوری که زندگی میکنم اجازه کار ندارم. حالا برجهت ما دوران سختی رو گذروندیم، تقریبا 5 6 ماه طول کشید با شکایت های قضایی مختلف و اینا تا اینکه به من اجازه کار محدود دادن و اجازه تخصص. درست. یه قرونم نمیتونستم پول در بیارم، فقط اجازه تخصص به من داده بودن. در نتیجه 4 سال دوران تخصص رو من توی دانشگاه برلین و دانشگاه بن گذروندم، ولی شبا بعد میرفتم به عنوان دندانپزشک کار میکردم و دکترای دندانپزشکی من بعد نصف شب میشستم مینوشتم. خب این چی شد که باعث شد که من مریض شدم؟ ریتم قلبم به هم ریخت، فشار خونم رفت بالا، حالم به هم میخورد، تو اتاق عمل نمیتونستم بایستم جراحی کنم، حالم بد میشد. من مجبور شدم که یه مدت اصلا توی بیمارستان پسایکوزوماتیک که میشه روانبالینی حتی بستری بشم. تقریبا دو ماه بستری بشم که اونجا من تازه پی بردم که زندگی فقط تخت گاز نیست. که شما چه همین آرامشی که رسیده قشنگ چه خوب گفتی ها. یعنی قشنگ از اون همه شلوغی و گفتی زندگی همش تخت گاز نیست. زندگی همش تخت گاز نیست و ما باید بعضی موقع استاپ بکنیم. همینجوری که الان ریتم تون صدای من اومد پایین. دقیقاً حسشو گرفتم. آره ما باید بعضی موقع استاپ بکنیم و پشت سرمون رو نگاه کنیم ببینیم واقعاً چه دستاوردهایی توی زندگیمون تا به اون روز داشتیم. اون مثال نفس عمیق تو میگی، فکر می‌کنم خیلی با این اتفاق همخونی باشه. دیروز یک دوستی میره پیش بهنام و تشویقش میکنه که 4 تا کلینیک داشته باشه، خونه بزرگتر داشته باشه و اون مثال نفس عمیقت فکر میکنم کامل میکنه توضیحات قبلی. دیروز یکی از دوستان بسیار نامدار به اصطلاح بین‌المللی ایرانی الاصل که من بهشون افتخار میکنم تو رشته خودشون یکی از تاپ‌های دنیا هستن، میهمان من بودن، از آلمان اومده بودن و مشاور یکی از نامدارترین ایرانی‌های دنیا هم با پروفسور سمی مشاورشون هستن و من به هر دوشون افتخار میکنم و که افتخار دوستی هم باشون دارم، نزدیکی باشون دارم. دیروز با هم اومده بودن کلینیک ما توی تهران. میگو بهنام تو الان چند سال داری کار میکنی تو این رشته خودت؟ گفتم 10 سال. گو چند تا فوق تخصص داری؟ گفتم 3 تا. گو خب چند تا اختراع داری؟ گفتم 4 تا. گو ببین یکی مثل تو باید الان 4 تا ویلای بزرگ داشته باشه توی شمال شهر تهران و حداقل 3 تا کلینیک بزرگ باید داشته باشه. بعدش من داشتم بهش نگاه میکردم، 4 تا موبایل دستش بود. همین جوری موبایل دست زنگ میزد، یه بار اینو جواب میداد، یه بار اینو جواب میداد، یه بار مسیج اون یکی رو میخوند، همزمانم با من حرف میزد، خانومش هم توی اون لاین بود، خجالت میکشید، میگم من جواب اینو باید بدم. گفتم ببین دوست عزیز، یعنی اسمش رو نمیخوام بگم، گفتم شما الان به هدف رسیدی؟ گو آره من الان به هدف رسیدم، نگاه کن من اینقدر خونه دارم، من اینقدر کلینیک دارم. گفتم راست شو بگم من نمیخوام یک روز جای شما باشم. گوه چرا؟ تو باید، تو میدونی الان شخصیت جهانی شما میطلبه که شما این شرایط رو ایجاد کنی، همه انتظار دارن. گفتم راست شو بگم من ترجیح میدم توی مطب 80 متریم باشم، اون بیماری رو که میخوام از کل دنیا جذب کنم به ایران بیارم یا اون اشخاصی که میخوان ما رو پیدا میکنن،
ولی با آرامش تحقیقاتم و سخنرانی‌های بین‌المللی و تعلیمات بین‌المللی رو دنبال کنم و حداقل بتونم به خانواده‌ام برسم، چون من الان برای بار دوم ازدواج کردم، ما یه بچه کوچیک داریم. خدا ببخشه بهتون. 11 ماهه پسر داریم. اسمش هم میگین؟ بابک. آقا بابک. آره، البته من در عمل 3 تا دخترم دارم. از ازدواج اول یه دختر دارم، ازدواج دوم با خانومم، دختر خانومم با ما زندگی میکنن، یعنی دختر منم هستن و من در عمل 3 تا بچه دارم. خب اینها هم یه روزی شاید از من سوال کنن که پدر شما درسته که مثلا اسمتون توی دنیا ثبت شده و نامدار بودیم، ولی ما هیچی از شما ندیدیم. من زندگی اولم که از هم دست به هم ریخت، یکی از دلایل فروپاشیش این بود که من همش دنبال تحقیقات و اختراعات جدید و تکنیک‌های جراحی جدید و اینا بودم، در عمل اصلا هیچ وقت خونه نبودم. و اون خانومم اعتراض میکرد، میگفتش که با شما اصلا نیستی، هرچی هم پول درمیاری میخوای دوباره یه فوق تخصص دیگه بگیری، میخوای یه ابزار دیگه اختراع کنی، میخوای یه تکنیک دیگه، کی به ما میرسی؟ منم بهشون میگفتم شما باید دندون رو جگر بذارین تا من 45 سالم بشه. 45 سالم که شد اتوماتیک درآمدم بالاتر میره، اون موقع ما زندگیمون آروم‌تر میشه. ولی خب اون صبر و حوصله رو اون خانم نداشت، منم بهشون امروز حق میدم. البته یه جورایی هم زندگی شخصیمون رو اینقدر برای من دشوار کرده بود که من خونم فراری بودم، یعنی امروز من مدیون ایشون هم هستم تا حدودی که زندگی رو برای من یه مقدار سخت کردن که من خونه نمی اومدم و وقتمو با کارهای ابداعاتی و تحقیقاتی پر. حالا همه اینا رو گفتی، اون نفس عمیقو نگفتی؟ آها، نفس عمیقو دیروز من اینا رو گفتم که اون نفس عمیقو بگی. نفس عمیق رو دیروز من به این دوستم گفتم که شما آخرین بار کی 3 تا نفس عمیق کشیدی؟ تلفن هم داشت صحیح میزد، اینا همینجوری به من زل زد. آره اینو به منم گفت، منم واقعا صادقانه مثلا سوال شد. بیننده محترممون بد نیست، شما فکر کنید ببینید آخرین باری که 3 تا نفس عمیق کشیدین کی بوده. ببینید من فکر کنم یکی از رازهای موفقیت اینه که آدم اهداف کوچیک برای خودش تعیین کنه. ما توی فرهنگ ایرانیمون، تو فرهنگ خودمون که خانواده خودم هم همینطوره، همیشه یه تایم تیبل داریم، یک برنامه ریزی زمانی داریم. این برنامه ریزی زمانی رو از بچگی به ما با زور تزریق میکنن، میگن آقا شما باید تو سن مثلا 19 سالگی دیپلمتو گرفته باشی، تو سن 24 سالگی باید فارغ التحصیل شده باشی، تو سن 28 سالگی باید ازدواج کرده باشی، تو سن 32 سالگی باید بچه دار شده باشی و نمیدونم مثلا خونه تو خریده باشی فلان فلان. ما اجباری نداریم که توی این تایم تیبل بگنجیم. اگر این اجبار رو به خودمون تزریق کنیم همیشه زیر فشاریم، توی تحصیلاتمون، تو هر کاری که انجام میدیم زیر فشاریم. به نظر من حالا اون داستان هدف رو میتونم بعدن خدمت خب میدونم. آره ما هم الان بریم و بیان، فقط این بخش اولمون رو یه جنبندی بکنیم و خیلی هم نکته عالی بود، اینکه ماها یک سری اتفاقهای زندگی زمانبندی خدا هستش و میفته، ما اینقدر هرس نزنیم. فکر میکنم همین بود کلام شما، اینکه بذاریم تلاشمون رو بکنیم، سعیمون رو بکنیم، با هدف پیش بریم، ولی نگیم که آقا دقیقاً این روز باید این اتفاق بیفته و نیفتاده. همینطوره. من الان دیگه یک آدم ورشکستم و دیگه اتفاق خوبی برام نمیاد. کاملا من موافقم، کاملا اینطوره. ممنون. این توضیحات دکتر بهنام شکیبایی بود که بخش اولش رو با هم دیگه دیدیم و شنیدیم. بریم یک بخشی از میشه گفت محل کار ایشون، گزارشش رو، بخش دوم رو ببینیم و برگردیم گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم. فاکتورهای بسیاری دست به دست هم دادن تا یک شکیبایی امروز شده شکیبایی. سرسختی منه توی انجام کارم یا توی دنبال کردن اهدافم خیلی سرسخت و خیلی با پشت کار، با سرسختی و پشت کار عمل میکنم. یکی صداقت هست توی زندگیم، نه فقط توی کارم، توی زندگیم. در عمل اون درمانی رو که برای خانواده خودم علاقه دارم که انجام بشه، همون درمان رو برای بیمارم هم ارائه بدم. این کار رو توی تحقیقاتم، توی اختراعاتم هم پیش بردم. همکارانی دارم در تحقیقاتم، اون برای دنیا هستن یا توی آسیا هستن، هر جای دنیا که هستن یا توی کارهای ابداعاتیم، همیشه سعی کردم که اون طرف رودخونه رو هم ببینم. موفقیت‌های جهانی حاصل از همکاری‌های دو جانبه یا چند جانبه هستن
که به همه جوانب سود میرسونن. فکر کنم این صداقت خیلی رول بزرگی بازی میکنه و ما باید از خود گذشتگی داشته باشیم. از خود گذشتگی خیلی توی موفقیت مهمه. از محاسن بزرگ جراحی های کم تهاجمی یا میکروسکوپی در ایمپلنت میشه از برش های کوچیک این جراحی ها اسم برد و دوما این که میزان یا مساحت ناحیه‌ای که ما در عمل لثه رو از استخوان جدا می‌کنیم به مراتب کوچکتر از اون مساحتی هست که در جراحی‌های معمولی باز میشه. به همین دلیل تعداد عروقی که تو اون ناحیه قطع میشه به مراتب پایین‌تر هست و خونرسانی اون ناحیه کمتر مختل میشه و ادامه پیدا می‌کنه. به همین دلیل بافت صدمه دیده‌ای که در حین جراحی ما داریم کوچیکتر هست و بافت بیمار یعنی هم لثه هم استخوان بیمار سریعتر تعمیم میشه. مشکلاتی که بعد از جراحی وجود داره از جمله ریسک خونریزی، ریسک عفونت، کبودی، تورم و درد به مراتب پایین‌تر هست و طول عمر ایمپلنت ها و همچنین زیبایی اون ناحیه‌ای که جراحی شده بالاتر هست. از طرف دیگه خیلی برای من جذابه که این تکنیک های جدیدی که الان من توی دنیا دارم ارائه میکنم اینا کم کم وارد کشور خودمون هم بشن. آمریکا، کانادا، آلمان، سوئیس، ژاپن، تمام کشورهای صنعتی پیشرفته تشنه این تکنیک های کم تهاجمی و میکروسکوپی ایمپلنت هستن و این روند باید یک روزی به کشور خودمون هم برسه. الان مثلا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس یا مثلا ترکیه اگه بخوایم همسایه های مستقیممون رو نام ببریم به شدت دارن تو این زمینه سرمایه گذاری میکنن ولی علم و دانششو ندارن. پولشو دارن، سرمایه گذاری میکنن، علم و دانششو ندارن. چقدرم از من دعوت کردن که این مرکز رو من توی تهران نزنم بلکه توی کشورهای اطراف، حالا اسمشون نمیخوام ببرم، ایجاد کنم که بتونم اونجا خدماتم رو ارائه بدم و درآمدم هم به مراتب بالاتر می بود. این هم استرس نداشتم. حدود یک ماه و نیم دیگه من توی دانشگاه تورنتو کانادا سخنرانی دارم. اولین دندانپزشک آسیایی که توی دندانپزشک آسیایی که در زمینه ایمپلنت کار میکنه، فعالیت میکنه و دعوت رسمی شده که در دانشگاه تورنتو تدریس بکنه. معاون رئیس دانشگاه تورنتو با من تماس گرفته، میگه خانومم به یکی از تکنیک‌های جراحی شما نیاز داره. شما اون مدتی که میایین تورنتو اگه ممکنه چند روز بیشتر بمونین، ما هزینه موندنتون هم میدیم و تمام تجهیزاتی که شما لازم دارین، موادی که نیاز دارین براتون مهیا میکنیم که خانم منو جراحی کنین. من در جواب بهشون نوشتم که من نمیتونم این کارو بکنم، که خیلی هم براشون ناراحت کننده بود. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه من مرکز درمانیم توی تهرانه، خارج از تهران من هیچ جراحی انجام نمیدم. با کمال میل من با فعالیت تدریسی دارم و اونجا دعوت هم کردیم، با کمال میل من میام تکنیکامو ارائه میدم، ولی من فعالیت جراحی و درمانی خارج از تهران ندارم. ساکشنو بیان سمت چپ کن داری، یک کمی جلوتر، اینو بیان بالا. ما 4 نفر هستیم که این رشته جدید جراحی‌های میکروسکوپی و کم تهاجمی بازسازی استخوان فک و ایمپلنت رو بنیانگذاری کردن. استفاده از میکروسکوپ و درمان‌های کم تهاجمی در دندانپزشکی 20 ساله که رواج پیدا کرده، ولی در رشته‌های دیگر دندانپزشکی رواج پیدا کرده. اول از همه رشته ریشه درمانی بوده که شروع کرده به دلیل ظرافت ریشه های دندون از بزرگ نمایی و ابزار بسیار ظریف استفاده کردن که این قدمتش بیش از 20 ساله.
کاری که جدید ما داریم انجام میدیم استفاده از میکروسکوپ و ابزار میکرو در زمینه بازسازی استخوان فک و ایمپلنت هست. این آخرین شاخه‌ایه در دندانپزشکی در حال حاضر که به سمت این روش‌های میکروسکوپی و کم تهاجمی اومده. ما 4 نفر صرفاً توی این زمینه کار میکنیم. این جدیده. خیلی ها مثلا میگن دکتر میکروسکوپ که بیش از 20 سال داره استفاده میشه. کاملا درسته. ولی اینکه صرفاً در این زمینه استفاده بشه، ابزار جدیدی بیاد برای این رشته استفاده بشه، ابداع بشه و منتشر بشه، این داستان جدیده. اینجا رو ما با همت شخصی رو اندازی کردیم. قرار بود که این مکان به مراتب بزرگتر باشه و قرار بود که ما بتونیم یک کمپ ترینینگ یا یک کمپ تعلیماتی دندانپزشکی میکروسکوپی که باعث شده هر فردی توی دنیا بخواد توسط شکیبایی درمان بشه بیاد تهران، و این باعث افتخار منه و همینجوری که گفتم به وچه بین‌المللی کشورمون و ارتباطات بین بین‌المللی کشورمون هم بسیار با اهمیت هست، پر اهمیت هست برای وچه بین‌المللی کشورمون. با دانشگاه هم ما نشست‌های متعددی داشتیم ولی متاسفانه به نتیجه نرسیدیم، باز به خاطر عدم سرمایه‌گذاری که این سرمایه‌گذاری باید از طرف دانشگاه اتفاق بیفته که ما بتونیم همچین تجهیزاتی که الان شما مشاهده میکنین بتونیم در دانشگاه داشته باشیم که این مستلزم به سرمایه‌گذاری نسبتاً بالایی هست. تا به حال این اتفاق نیفتاده. من امیدوارم که در آینده اتفاق بیفته. اگر هم در آینده در دانشگاه ایران ما نتونیم این کار انجام بدیم، ما در میان مدت برنامه ریزی کردیم انشالله با بخش خصوصی که بتونیم یک مرکز تعلیماتی دندانپزشکی میکروسکوپی توی تهران راه اندازی کنیم که در عمل من مجبور نباشم مرتب هی برم خارج از کشور برای تدریس، حالا چه آمریکای شمالی باشه چه اروپا باشه، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بیان ایران و اینجا تعلیم ببینن. اینم بازی قطب افتخاری بزرگی خواهد بود در زندگی من که این کار رو من حتما در آینده محقق خواهم کرد. اینا همه تجهیزاتیه که اختراع شده به وسیله یک ایرانی که امروز نامش در دنیا در جهان میدرخشه، دکتر بهنام شکیبایی، که بخش اول زندگی پرپیچ و خم ایشون رو باهاش آشنا شدیم. الان قراره به بخش دوم گفتگومون بپردازیم که این تجهیزات همه توسط شما اختراع شده و ثبت جهانی هم شده دیگه، نه؟ والا اختراعش توسط من بوده، یعنی تمام طراحی این ابزارالات و تمام دوره تاییدات صنعتی و تاییدات علمیش از طرف دولت آلمان توسط خودمون انجام شده و توی یکی از، یا میشه گفت یکی از بهترین شرکت‌های تولید کننده ابزارالات دندانپزشکی دنیا توی توتلینگن آلمان این ابزاری رو که من طراحی کردم به اسم خودم تولید میکنه و در دنیا توضیح میکنه. چقدر خوب که شما داری از طریق میشه گفت توریست درمانی ارزاوری دارین و به کمک اقتصاد کشورمون اومدی. اینم نکته خیلی جالبی بوده. بله.
ببینید هدف دعوت من به ایران چند هدف بوده چند تا بوده. هدف اول این بوده که ما بیماران سرشناس حوزه خلیج فارس، اروپا و آمریکای شمالی رو بتونیم به خاطر ابداعاتی که من داشتم و به خاطر وجه علمی که توی دنیا دارم و پیدا کردم جذب کنیم و بیاریم توی تهران درمان کنیم. درست. هدف دوم جلوگیری از فرار سرمایه درمان وی آی پی هست. یعنی چی؟ یعنی یه سری افراد خاص ما داریم تو ایران که سنتاً برای این گونه درمان‌ها میرن مطب‌های تاپ اروپایی و آمریکایی. آره من دیدم خیلی‌ها میرن خارج از کشور واسه اینکه درمان شه. بله. مخصوصاً تو این و مطب‌های بسیار های کلاس میرن. این افراد ما بتونیم تو ایران نگه داریم که از یک طرف اون به اساس سرمایه رو که از کشور خارج می‌کنن که اون زیاد مهم نیست. چیزی که مهمه این افراد سر پست کاریشون نیستن. و وقتی روی سر پست کارشون نباشن نمیتونن اون کارایی رو برای اقتصاد ایران داشته باشن. یعنی اقتصاد ما صدمه میبینه. دقیقاً. این افراد رو بتونیم توی کشور درمان کنیم که صدمه به اقتصاد ما هم کمتر وارد بشه. از طرف دیگه یعنی تو گام اول به این طریق شما جلوگیری میکنید از خروج ارز. بله. درسته. حالا تو گام دوم ما کمک میکنیم به ورود ارز و کمک به پویایی اقتصاد دیگه، اینکه آدم سر حال باشه بتونه بره سر کارش کمک دقیقا. کنه خیلی بهتره. خب گام دومش گام دوم ببینین ایجاد ارتباطات بین المللیه. ما مثلا مشاور صدر اعظم آلمان رو که به ایران آوردیم درمان کردیم، 7 بار من ایشون جراحی کردم. معاون شهردار زوریخ رو از سوئیس ما به ایران آوردیم. من به خدا احساس معاون وزیر امور خارجه ایرلند رو ما به ایران آوردیم. یه سری از اعضای خانواده شیوخ عرب به اصطلاح عرب نشین حوزه خلیج فارس ما به ایران آوردیم. این افراد الان با کشور ما انس گرفتن، یعنی خودشون ارتباطات بین المللی برامون ایجاد میکنن، وجه بین المللی ما مثبت‌تر میشه، تغییر پیدا میکنه و خودشون باعث سرمایه‌گذاری های دیگه تو ایران میشن که این خودش یک پل ارتباطی به وجود میاره و در اصل دیده میشه. این به صورت یکی از اهداف دیگه ما بود که دنبال میکردیم و دنبال میکنیم. و گذشته از همه اینا انگیزه دادن به بچه های جوان ایرانیه. اگر من این یکی از اهداف اصلیمه که خیلی هم ازش لذت میبرن که بچه های جوان رشته دندان پزشکی، رشته های پزشکی یا حتی رشته های دیگه نگاه میکنن به یه فردی میگن اوکی این آقا اومده توی ایران، در صورتی که هر جای دنیا باشه شاید به نظر اونها موفق تر باشه. آره راحت تره شاید مثلا دقیقا. به زعم بعضیا. ولی ایشون توی ایرانه، کارش توی ایرانه، هر کی تو دنیا بخواد زیر دست ایشون درمان بشه، جراحی بشه، باید بلند شه بیا تهران و ایشون هم خیلی رو این داستان تاکید داره و توی ایران زندگی میکنه و میتونه توی دنیا با این حال بدرخشه و چه بین‌المللی خودش رو حفظ کنه و پرچم‌دار کشور باشه. ما مجبور نیستیم این کشور رو ترک کنیم تا موفق بشیم. این هدف سوم ماست. ممنون بهنام شکیبایی. و واقعا من به عنوان کسی که الان اینجا نشستم به عنوان یک مجری احساس افتخار میکنم از این اتفاق و از این استعدادی که امروز شکوفا شده و در ایران عزیزمون هست. یک فرصت کوتاهی بگیریم و اهدای تندیس. خب میرسیم به بخش اهدای تندیس. این تندیس ابتدا از سوی شما مردم نازنین دوست داشتنی و بعد هم از سوی شبکه 5 شبکه اقتصاد به پاس تلاش‌های دکتر بهنام شکیبایی در عرصه توریست درمانی، در عرصه ثبت اختراعات، خروج از ارز، حضور در اقتصاد ملی تقدیم میشه به ایشون. آقای بهنام شکیبایی شما خیلی موفقین، خیلی موفقین و ما ایشالله با امید خدا دیگه نمیدونم چقدر باید شما رو موفق تر ببینیم. ولی آرزو کنم یه بار دیگه خدا شما. مرسی، متشکرم. عرض کنم خدمتون که به عنوان جملات آخر یا راز موفقیت شخصی خودم میتونم چند کلمه رو به بینندگان عزیز بگم. یکی اینکه کنجکاویتون رو حفظ کنین و برای اهدافتون توی زندگی تلاش کنین، هیچ وقت امیدتون رو از دست ندین. ورزش رو همیشه در کنار زندگیتون نگه دارین و عشق و عاطفه رو به زندگیتون اضافه کنین از همه چیز مهمتر. خیلی ممنون. فکر میکنم همه با هم دست بزنیم با سوال دکتر بهنام شکیبایی. واقعا عالی بود. دست شما درد نکنه. انشالله بازم بیشتر و بیشتر ببینیم. تو از دعوتتون سپاسگزارم. از شما خداحافظی میکنم.